سلام، امروز میخوایم با این ویدیو نحوه استفاده از تابع تریم رو نمایش بدیم. کار کرده این تابع بسیار ساده است. تنها کاری که میکنه اینه که اسپیس ها یا فاصله های اضافه موجود توی یک متن یا رشته متنی رو حذف میکنه، که حالا این اسپیس ها میتونن قبل از شروع اون جمله باشن، بینش باشن یا حتی بعدش باشن. یعنی اگر هر اسپیسی قبل از اون رشته متنی یا بعدش باشه به طور کلی پاک میشه، و اگر هم تعداد بیشتر از یک اسپیس بین کلمات باشه اونم پاک میشه. حالا اینجا استفادهش رو نمایش میدیم. تریم رو تایپ میکنیم. فرمولش هم که اینجا نوشته شده، تنها کافیه که فرمول تابع تریم رو بنویسیم و اون تکست رو یا اون متن رو داخلش قرار بدیم. خب اینجا ما آدرس متن رو قرار میدیم به جاش که میشه سلول E3. میبندیم. همینطور که میبینید فاصله های اضافی بین ویزیت یا کو سایت حذف شده و برای این هر کدومش فقط یک اسپیس یا یک فاصله هستش. حالا ما یک جای دیگه هم فاصله اضافی ابتدای اون جمله داریم هم بینشه. اینجا هم جفتشو حذف میکنه. می‌نویسیم سلول E4 و می‌بندیم. خب اینجا می‌بینید که هم فاصله ابتدایش حذف شد که اومد همون وسط اسم احمد مظفری، و بینش هم فاصله زیادی که بود حذف شد و فقط یک فاصله رو نگه داشت، ولی ابتدا و انتها هر چقدر باشه حذف می‌کنه، یک دونه رو هم نگه نمی‌داره چون نیازی بهش نیست. توی حالت سوم ما انقدر اسپیس بعد از اون جمله اون داریم که اصلا کشیده شده رفته این طرف اون جمله‌ای که داشتیم، اون رشته متنی که داشتیم. بینش هم خب فاصله هست، بین این 1992 تا احمد یه فاصله هست. خب برای این هم به همین شکل به سادگی میتونیم فاصله اضافه را حذف بکنیم که میشه سلول E5. ببینیم که خیلی راحت اومد وسط، فاصله های اضافی که بعد از رشته متنی بود حذف شد و فقط یک فاصله هم بین کلمه اول و 1992 موندش که نیاز هست. خب توی قسمت آخر هم همینو برای یک جمله فارسی که رشته متنی فارسی انجام میدیم که هیچ فرقی نمیکنه توی عملش. سلول E6. بله، تمام فاصله هست و دیاک و دانش افزار هر کدوم یک اسپیس و یک فاصله بینش موند. حالا ما یک فرمول یک تابع دیگه هم داریم به نام کلین که نباید با این اشتباه گرفته بشه. از نظر نحوه نوشتنش کاملا مشابه هست با این. هم به همون شکل میبینید نوشته میشه، تکست یا متن داخل گذاشته میشه. تنها فرقی که با این داره اینه که تابع کلین در واقع میاد کاراکترهای غیر قابل پرینتی که معمولا با علامت سوال نمایش داده میشه توی یک جمله رو یا یک رشته متنی رو حذف میکنه، نه فاصله ها رو. یک سری کلمات هستن که مثلا یک سری حروف در واقع هستن که از نرم افزارهای دیگه وارد اکسل میشن، ممکنه برای اکسل قابل نمایش نباشن، مثل یک سری اسمایلی ها یا چیزای علامت های خاصی که توی ممکنه نرم افزارهای دیگه باشن و برای اکسل قابل شناسایی نباشن و به شکل علامت سوال توی یک مربع نمایش داده میشن داخل اکسل. خب این تابع کلین میاد اونا رو پاک میکنه تا یک جمله یک رشته متنی تمیزتر داشته باشیم. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.